عرض ادب و احترام دارم به شما امیران عزیز ارجمندم. بار گذشته در گفتگو با آقای دکتر سازگارا موضوعاتی مطرح شد که به نظر من اهمیت، یکی حذف کسانی که به شکلی مدعی جانشینی آقای خامنه‌ای بودن، از شاهرودی بگیرید تا آقای صادق لاریجانی و همینطور شخصیت های دیگر، اینا اغلب اسمشون به عنوان جانشینه آقای خامنه‌ای مطرح شد. وقتی که ماجرای رسوایی حضور شاهرودی در آلمان جنجال آفرین شد، کار به جای رسید که حتی او را از آلمان فراری دادند، خب خیلی باعث حیرت بود، چون خیلی از روحانیون در طی این سالها به آلمان رفتن و در همین بیمارستان آقای سمیعی هم بستری شدن، آهسته رفتن آهسته و آمدن، هیچ خبری هم نشد. همش در فکر این بودم که مبادا انگیزه ها در درون کشور بوده، یا اهرم های در درون کشور، یا کسانی محرکانی در خود کشور بودن که میخواستن این جنجال رو بیافرونن و کار رو تمام بکنن، یعنی کار شاهرودی رو تمام کردن. کار شاهرودی تمام شد، بعدم دقمرگ شد و رفت و تمام شد و رفت، تا رسیم به صادق لاریجانی که ازش به عنوان جانشین قطعی آقای خامنه یاد میشد و میگفتن که او دورخیز کرده برای اینکه جای خامنه رو بگیره، رئیس دستگاه قضایی هم بود. بیشترین جنایت خام در دوره او صورت گرفت، هر چقدر دستوری از بالا میامد دستگاه اجرایی اون رو، دستگاه قضایی اون رو اجرا میکرد، تمام قضات فاسد رو هم در اطراف خودش گرد آورده بود و میدونیم که دست به چه سرقت هایی زد، به ویژه اموال مردم یا دارایی های مردم که نزد دستگاه قضایی بود، مثلا وثیقه ها، سر میزد به میلیارد ها تومان که همه رفتن در حساب های شخصی آقای صادق لاریجانی و بابتش بهره گرفت، بهره بانکی، اون هم 20% و 25% و از این قبیل. خب همین هم یکی از پرسش های من از آقای سازگارا این بود که چه کسی بالاخره دنبال حذف این آقایونه جانشینان. اسم مجتبی خامنه‌ای مطرح شد به عنوان کسی که داره یواش یواش بستر رو هموار میکنه برای این خود جانشین پدرش بشه. و حالا سوال اینه که آیا ایران علل اصول یا مردم ایران یا نیروهای مخالف یا نفوس این مملکت که رنج بردن در طی این 40 سال از حضور جمهوری اسلامی هنوز ظرفیت پذیرش یک ولی فقیه جوان رو دارن؟ یعنی واقعا آقای مجتبی خامنه ای میتونه جای پدر رو بگیره، در حالی که بنا به گفته آقای احمدی نژاد، گزارش خود آقای سازگارا به من میدادن درباره نظرسنجی دستگاه احمدی نژاد که آقا اکثریت مردم میگن جمهوری اسلامی باید بره، و بعد یکی از کسانی که اون بیانیه 14 تن رو امضا کرده بود و خودش از جان بازانه با صراحت اعلام کرد که 99% طالب رفتن جمهوری اسلامی هستن، یعنی میخوان از جمهوری اسلامی عبور بکنن. خب در چنین شرایطی از دست یک نفر که علاقه داره جای پدرش رو بگیره چه کاری برمیاد؟ اشاره کردن به عربستان سعودی، کاری که شاهزاده محمد بن سلمان انجام داد، فراموش نکنیم شاهزاده بن سلمان مشروعیتش از پدرش میگرفت، یا از به اصطلاح از پدر میگرفته، از دربار سعودی میگرفته و به ویژه از اکثریت مردم اون کشور. به هر حال هر چی باشه عربستان سعودی با یه اپوزیسیون 5% روبروست، 95% این حکومت رو میخوان، داره که در ایران برعکس 99% مردم این حکومت رو نمیخوان. این حکومت مشتهر به فساد، مشتهر به تباهی، به آدم کشی و به دزدی و سرقت و مسائلی از این دست. آقای دکتر محسن سازگارا عزیز با ما هستن، رو میارم با چی میشه بهتر درباره چنین مسائلی گفتگو کرد؟ فکر میکنم آقای سازگارا هم شخصیت صاحب نظری است، هم اشراف داره به اون چی که در جمهوری اسلامی میگذره و هم جنس حکومت رو خوب میشناسه. آقای سازگارا درود بر شما.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما های میبودی، خدمت همه بینندگان عزیز. ممنونم آقای سازگار. بار گذشته رسیم به اینجا که آقای مشتبه داره تمام مدعیان رهبری رو حذف میکنه یکی بعد از دیگری، اونم به شکل بدی. یک خود حسن روحانی که اشاره کردید شما، که به نظرم جالبه، دست کم یکی از الان شخصیت هایی که سخت در مزان اتهام پروندهش بارها و بارها جنجال آفرین بوده، حسن فریدونه، یعنی برادر آقای حسن روحانی، و همینطور آقای لاریجانیست و آقای شارودی هم که هست شد. ما سراپا گوشیم. خواهش میکنم. بله، من با بار گذشته عرض کردم که این ماجرا به حسب فقط مدعیان قدرت و رهبری، مدعیان رهبری ختم نخواهد شد. این ماجرا فراتر از این خواهد رفت. این من دوستی داشتم، خدا رحمتش کنه، فوت کرد، مهندس بابازاده، سالها پیش، مهندس راه ساختمان بود، سالها پیش توی ایران که بودم یک تعبیر جالبی داشت، تعبیر ساختمونی داشت، میگفت این مملکت شده، ببخشید، مثل یک تعدادی چاه سپتیک، چاه فاضلاب، که بالا سر هر کدوم از این چاهای سپتیک یه دونه از این مقامات بالای مملکت نشسته که بسته به جاش و قدرتش این چاه کوچیک و بزرگ هم هست، و یه عده‌ام کارگزار داره به تعبیر بنده سوسک و موشی که دورش هستن، میرن از تو این چاه فاضلاب براش پول در میارن و انجام میدن، و به قول مهندس بابازاده اینا از زیرم به هم راه داره خیلی وقتا، یعنی خیلی جاها شما میری لای این کارهای مملکت میبینی اون زیر مثلا فلان شرکت متعلق به بنیاد تعاون سپاه در سرمایه گذاری مشترک با فلان شرکت ستاد اجرایی فرمان امام، و اون پای سومش هم مثلا بنیاد ری که آقای رشهری موقع بالا سرش هست، میبینی مثلا رفتن یه کاری رو مشترک کردن، یا فلانجا سرمایه گذاری کردن، یا شرکت سرمایه گذاری شرکت نفت رو تصاحب کردن و امثال هم. این به اصطلاح شیوه، این شیوه که آقای خامنه‌ای انواع و اقسام بخشای مختلف جامعه رو اجازه داد که دستشون به ثروت مملکت و اموال مردم دراز بشه، باز بشه، و هر کدوم یه چای سپتیکی داشته باشن و اون با یه دار و دسته اونجا نشسته باشن، این ماجرایی که الان مشتبه خامنه شروع کرده اینجا هم متوقف نخواهد شد، که فقط مثلا در رأس شرط هاشمی رفسنجانی را اول زدن، برای اینکه او کسی بود که ممکن بود نمیخواست رهبر شه، ولی میتونست رهبر ساز بشه، یه بار شده بود راجع به خود آقای خامنه ای. بنابراین او رو اول سرش رو زیر آب کردن، بعد دیگه خاندانش هم پسرش رو زندان کردن، خاندانش هم دراز کردن، بعد میاد سراغ حالا هاشمی شاهرودی رو، گفتید آقای روحانی سکه یه پوله و اگه جونش رو برداره دره و مثل بقیه رئیس جمهورها و رئیس دولت‌های جمهوری اسلامی سرکارش به زندان نیفته، باید کلاشو بندازه آسمون یا حسر خونگی، و عرض شد که صادق لاریجانی هم که این روزا تخت نشون شده و کاملا درازش کردن. عرض کردم این حرف من البته به این معنی نیست که اینا یه وقت فاسد نیستن، تا بن دندون همشون فاسدن، و امثال این اکبر طبری که الان دستگیر کردن، 10 سال معاون پشتیبانی آقای صادق لاریجانی بوده و او کارگزار این فسادا بوده، دوروریایی هم همشون دارن، همون سوسک و موشایی که از توی چای فاضلاب براشون فسادای مالی میکنن، اینها رو هر کدومشون رو آقای میبودی دست بذاری از این بساطا دارن، بسته به بزرگی و کوچیکی این آدم هاست، و البته بزرگترین شخص آقای خامنه ایه و بیتشه، و اون کاری که مشتبه خامنه ای داره میکنه برعکس باباش که اینها رو همه رو داشت و بین اینا تعادل درست میکرد، خودشون بالا به دست اینا مملکت مثل دور قاجاری هر کدوم یه جایی رو تویول داشته باشن، یه بخشی رو اداره بکنن، مشتبه خامنه‌ای داره همه اینا رو از دستشون میگیره. اینیست که میگم فقط ماجرا به
مدعیای رهبری ختم نخواهد شد. نه قدرت رو میگیره یا پول رو هم میگیره، پول انوار رو هم میگیره، پولم میگیرن، پولم میگیرن. یعنی به اسم الان، برای اینکه دو تا فایده هم براشون داره، یه طرف ادعا میکنن که ببین ما داریم با فساد مبارزه میکنیم، دیگه نمیذاریم فاسدا باشن، که یه خود مردم رو تسکین بدن و بیشتر از مردم، چون مردم حرفا اینا رو باور نمیکنن، بیشتر هواداران خودشون رو دست کم آروم کنن، چون افرادی که ای بسا فاسد نیستن ولی هنوز رو اعتقادی مثلا به ولایت فقیه اعتقاد دارن یا میخوان نظام جمهوری اسلامی بمونه، خیلی هاشون مسئله دار شدن و که آخه مثلا یه عضو عادی سپاه مگه چقدر حقوق میگیره؟ 3 میلیون 4 میلیون فوقش 5 میلیون تومان در ماه حقوقشه، اگه آدم دوزی نباشه، که خب همشون هم دسترسی ندارن به اون جاهای دوزی و چیزی نباشه، در حالی که یهو سر برمیگردونه میبینه ای بابا مثلا آقای شمخانی صحبت 1000 میلیارد تومان فقط یه مجتمع آپارتمان میشه، طبیعی است که مسئله دار میشه و بعد اصلا نمیتونه دفاع کنه از این حکومت. بچهش که بره مدرسه، حتی همشاگردی بچهش برگرده بگه بابا چطور مثلا از این حکومت دفاع میکنه، بگه نمیتونه دفاع کنه. بنابراین غیر از اینکه اون فایده تبلیغاتی رو داره، اما این هست که ثروت و قدرت هایی که این گوش و کنارا هر کدوم از این چای فاضلاب بوده، این آقا مشتبه همه رو داره تبدیل میکنه به یه دونه فاضلاب مرکزی، خلاصه که دست خودش باشه فقط، هم ثروت هم قدرت. امام جمعه ها رو داره عوض میکنه، فرمان اولین باری که فرمانده کل سپاه کسیست که دیگه اصلا قبل از انقلاب هیچ سابقه ای نداره و آدمایی رو همه جا داره میذاره که هیچ شخصیتی ندارن جز این که او بهشون داده، هیچ ارزندام و وجودی ندارن مگر اینکه بیت بهشون یه چیزی بخشیده و حکمی دستشون داده، و داره بالاخره وقتی یه کسی 2000 میلیارد تومان پول دوره ورش هست، 100 تا 200 آدم هم واسهش میچرخن اون دوره ور و به یه عده میتونه 100 هزار نفر 200 هزار نفر آدم رو هم توی استانی راه ببره. اینا رو هم داره همه رو از دست اینا میگیره و یه جور تمرکز ایجاد کنه. اما نکته بسیار مهمی که شما دست گذاشتید اینه، ببینید یک حکومت یعنی بازی سیاست قدرت در ایران و هر جای دیگه دنیا 3 تا بازیگر داره، یه بازیگر حکومته، یه بازیگر جامعه بین الملله، یه بازیگر که از هر دو اینا مهمتره مردم اون کشور. در ایران این کارهایی که آقا مجتبی داره میکنه اینا خب بازیای درون حکومته، حکومت رو داره از یه حالت بلوک طوایفی تویلداری میخواد تبدیل کنه به یه جای متمرکز و بلا منازع برای خودش، همه چیز هم در کنترل خودش باشه و بیت رهبری، و داخل بیت رهبری هم من سعی کردم از منابعی که میشناسم کسب اطلاع کنم، کموش ببینم واقعا تو اون بیت چی میگذره، چون واقعا تاریک خونه ایه، هیچ کس نمیدونه داخل اون بیت چجوریه، ولی تایید شد این حرف که مدت هاست در واقع یه جور تمرکزی رو آروم آروم داخل اون بیت هم مجتبی درست کرده برای خودش، حتی برادر کوچیکش مثلا میثم که اون شورای فرهنگی بیت با پسر حداد و پسر محمدی گلپایگانی کاملا مطیعشن، اون مصطفی برادر بزرگه اوت خیلی اصلا بازی نیست، و اون مسعود هم مثل مسئول تشریفات میمونه، و داخل بیت در واقع این دستگاه اطلاعاتی سرکوب، قوه قضاییه الان رئیسی هیچ هنری جز آدمکشی نداشته الا اینکه غلام حلقه به گوش بیت بوده تمام این سالیان و تابع بیته. بنابراین اینایی که ما داریم الان میگیم همه اینا در چارچوب حکومته، اما دو تا بازیگر دیگه میمونه، یکی جامعه بین الملله که خب مشکل داره با حکومت جمهوری اسلامی جامعه بین الملل، واقعا شما روسیه رو کنار بذارید که از غذا نقش روسا هم خیلی مهمه، سالها پیش من شنیدم که آقای خامنه ای از روسا خواسته که حافظ قدرت او و به خصوص پسرش باشد، و ما به ازای شما ببینید چجوری دست روسا تو این مملکت بازه، دریای مازندران رو چجوری ایشون با یه دستوری که سیاست نگاه به شرقه از 1996-97
یه مرتبه همه اون ادعاهای ایران که درستم بود که آقا این دریا مشاع قرارداد 1940 1921 که همه یهو خوابید، 9 تا نامه به دبیرکل سازمان ملل تا اون موقع نوشته شد دیگه متوقف شد و جمهوری اسلامی رفت پای اینکه دریا تقسیم شه یه رژیم حقوقی جدید نوشته بشه که حاصلش الان این است که اگر مجلس تصویب کنه 11% 13% حداکثر از این دریا سهم ایران خواهد شد، الباقی رو با منابع نفت و گاز و همه چیز دیگران بردن و آسمان ایران رو در اختیار روسا گذاشتن. وقتی پایگاه همدان رو در اختیار گذاشتن که پیشرفته ترین هواپیماهای روسی در اونجا نشستن، یعنی تمام بستر الکترونیک آسمان ایران رو اول روسا کنترل کردن، بعد اون هواپیمای فوق پیشرفتشون اونجا نشست. و همینطور الان صحبت از این نیست که معلوم نیست این آقای خانزادی فهمد نیرو دریایی رفته چه غلطی کرده در مسکو، ولی صحبت از این نیست که غیر از مانور مشترک ممکن است که پایگاه دریایی بخوام به روسا بدن در خلیج فارس و دریای عمان یا تنگه هرمز، صحبت از جزایری مثل فارسی و سیری یا حتی قشم و غیره هستش. میخوام بگم شما روسیه رو بذار کنار که تا احشاء بیت رهبری و دستگاه اطلاعاتی و نظامی و نمیدونم اتمی و غیره و کشور دستش دراز چنگال خونالودش رو پوتین فرو کرده و چوب حراج رو به مملکت ما خامنه‌ای زده برای روسا، بقیه جامعه بین الملل شما نگاه کن هیچ کس از این حکومت دل خوشی نداره، هیچ کس جز چهار تا دیکتاتوری مثل مادورو و نمیدونم بشار اسد و اینا که اموال ثروت مردم ایران و خامنه‌ای به اینا میده نگرشون داره، نه اروپایی ها نه آمریکایی ها نه اونور دنیا نمیدونم حتی چین که از بغل ایران سود میبره مدافع این حکومت نیستن. بنابراین جامعه بین الملل مسئلهش هم همینیست که امریکا داره میگه، میگه آقا نمیشه تو یه حکومت باشی یه دولت باشی صندلی سازمان ملل دستت باشه بعد مثل یه سازمان انقلابی و تروریستی و قاچاقچیگری و کارتل بین المللی عمل کنی، پولشویی کنی و جنس قاچاق کنی، نمیدونم مواد مخدر هم کنی، شناسنامه جعلی درست کنی، پاسپورت صادر کنی، سازمانهای تروریستی درست کنی. نمیشه اینطوری، باید بیای پای حساب کتاب. و این جامعه بین الملل الان ایستاده که باید این بساط رو جمعش کنی. خب اینم به ساختار جمهوری اسلامی ربط داره، یعنی این حزب الله لبنان و حوثی ها و نمیدونم نیروی قدس و اینا یه بخشی هم داخل حکومت ایران دست دارن و آغشته است به سیاست خارجی جمهوری اسلامی. بنابراین بازیگر دوم هم باید بگیم که برعکس مثلا عربستان که دست کم در جامعه بین الملل روابط بسیار خوبی داره و پشتیبانی های قوی داره، جمهوری اسلامی از روسیه شاید و دو تا سه تا دیکتاتور شاخ شکسته دیگه هیچ کس حامیش نیست. اما میمونه عنصر سوم که از همه مهمتر و اونا مردم ایران. بازشون مثال عربستان زده شد، این رو باید گفت، این آقای محمد بن سلمان در عربستان یک نظام قبیلگی به شدت فناتیک و عقب افتاده رو داره سعی میکنه به یه دیکتاتوری نوین و رو به دنیای مدرن تبدیل کنه و این حرفای این آخوندهای بسیار متحجر سعودی رو تسمه از گردشون بکشه گذاشتشون کنار و درهای عربستانی خود باز کنه. این خب طبیعتا به خصوص نسل جوان سعودی ها خیلی دوستش دارن، توی استادیوم ها رو باز کرد، زنا رو آزاد کرده، بعدم کارهای رو به دنیای مدرن داره میکنه، شهر اینترنتی و الکترونیکی دارن درست میکنن که چند تریلیون دلار سرمایه گذاری 2030 با روند هوش مصنوعی و تبدیل تغییرات عصر جهانی شدن سعودی رو داره همراه میکنه. بنابراین به درستی شما مطرح کردید، ای بسا از پشتیبانی بخش بزرگی از مردم برخوردار اتفاق. اما در ایران مردم چه سنجش افکاری که عدداش حسابی زیر سواله و سایت بهار نیوز آقای احمدی نژاد منتشر کرده ملاک باشه، چه ده ها سنجش افکار دیگه کاملا نشون میده که
اکثریت مردم از جمهوری اسلامی خوششون نمیاد، ناامیدن، معتقدن نمیتواند مشکلاتشون را حل کنه، یک عده دزد عقب افتاده بر سر کارن، یک عده قرون وسطایی بر سر کارن که حتی ساده ترین حقوق مردم رو پامال میکنن. شما ببینید الان بر سر ورود دخترها به ورزشگاه ها چه مصیبتی در واقع به دخترها تحمیل میشه، ریش و سیبیل بذارن یواشکی برن تو استادیوم بعد بگیرنشون، شیشتاشون الان اطلاعات سپاه گرفته برده قرچک ورامین، و بعدم فیفا فشار بیاره که نخ 9 شهریور ددلاین آخری مهلته و باید که در استادیوم رو به دخترها باشه، تقلب هم نمیشه بکنید، 4 تا دست به اصطلاح دستچین شده ببرین بعد بلیت بتونن آزاد بخرن، تا کنسرت موسیقی، تا هر چیز دیگه ای که شما آقای دکتر سازگار بریم روی تمرکز کنیم. میخوام نظرتون راجع به این نظرسنجی وابستگان آقای احمدی نژاد که نظرم خیلی با معناست، برای هر چی باشه نظرسنجی از درون قلعه حکومته، میخوام ببینم چه برداشت شما چی بوده با توجه به این اعداد و ارقام منتشره. ببینید من که به نظرم اعداد و ارقامی که مثلا خلاصش این است که 57% مردم خواهان تغییر جمهوری اسلامی هن، 19% طرفدار اصلاح طلبان که مثلا نظام بمونه ولی اصلاح شه، 14% طرفدار احمدی نژادن، 9% طرفدار اصولگراهان که حالا کمپ جناح راست و آقای خامنه ای و غیره میشه، و 2% هم اعتدالیونن طرفدار روحانی. این عددا حسابی زیر سواله به نظر من. مثلا 14% احمدی نژاد داد میزنه که قلابیه، یا 19% اصلاح طلبها، یا حتی 9% اصولگراها. ولی حتی همین اعداد رو قبول کنیم، فرض کنیم حالا بگیم باشه، اولین باریست که یک سایت داخل ایرانه که وابسته به یه جناح به هر حال حکومته اعتراف میکنه به اینکه اکثریت مردم، ولو 57%، بالاخره نصف به اضافه یکه، اکثریت مردم نظام جمهوری اسلامی نمیخوان و میخوان عوض شه، در حالی که سنجش افکارهای دیگه آقای میبودی از زمان جنبش سبز من یادمه بعضی دوستان سنجش افکارهای علمی سریعی میگرفتن، عدد بالای 85 86 حتی گاهی 90 و 94% بود برای این کسانی که نمیخوان جمهوری اسلامی و معتقدن که اصلاح پذیر هم دیگه نیست، معتقدن که دیگه این نظام نمیشه اصلاحش کرد، تا ولایت‌فقیه هست، تا این قانون اساسی هست، تا این اسلامگرایی حاکم بر حکومت هست، اصل 4 قانون اساسی و غیر و غیر، امید هیچ اصلاحی در هیچ جهتی متصور نیست. بنابراین این به نظر من اصلا محل شک و تردید نیست، هر جوری شما به چرخی روشنه، و دیماه سال 96 به نظر من نمود این بیرونی در واقع و عرصه اجتماعی این باور عموم مردم بود که دیگه نظام جمهوری اسلامی حقانیتی برای حکومت کردن بر مردم نداره، ولایت فقیه حقانیتی برای حکومت نداره، و در چارچوب این نظام هیچ اصلاحی در هیچ جهتی متصور نیست و این حکومت نمیتونه مشکلات مردم رو حل کنه، نه اقتصادیشون، نه سیاسیشون، نه اجتماعیشون، و روز به روزم حال مملکت بدتر میشه در همه ابعاد، وضع مردم بدتر میشه، وضع محیط زیست بدتر میشه، وضع بلایای اجتماعی مثل اعتیاد و فحشا و غیره و غیره بدتر میشه، و ده ها مصیبت دیگه‌ای که روز به روز انباشته میشه. بنابراین بازیگر سوم مراد من این است که مهمترین بازیگرم هست مردم، آقا مشتبه حالا هر کاری بکنه بیاد درون حکومت، هر کی که سرعی داشته سرشو ببره، همه رو بگیره دست خودش، یا نگیره دست خودش، یا اونی که الان فاتحش خونده است خود ساختار ولایت فقیه، حالا ایشون 50 سالشه، ممکنه مثل باباش که شیخ محمد یزدی عباشو زد زیر بغلش رو رفت امضای چند تا قوم رو روحانی قوم رو گرفت که ایشون مجتهده و نمیدونم ولی فقیه میشه، برای مشتبه میکنن این کارو، همین الان شیخ محمد یزدی راه افتاده، یا ده ها آدم مزدور دیگه.
بعدم مگه حالا آقای خامنه ای رو مگه اصلا کسی به مجتهد بودن قبول داره و به این دلیل سر قدرت بونده؟ آقای خامنه ای به زور آدم کشی و سرکوب اون بالا نشسته، پسرش هم همین کارو خواهد کرد و یه بوق تبلیغاتی هم مثل صدا و سیما دستشونه و یک دم روحانی مزدور و وابسته و دمدونم بسیج طلاب و غیره که مطمئن باشید تظاهرات را میندازن و پشتیبانی میکنن، ولی اینا درد ایشونو دوا نخواهد کرد. آقای آجسازگارا، آجسازگارا به هم با مردم، آجسازگارا، آقای رفسنجانی، آقای خامنه‌ای زمانی به قدرت رسید که خب بخشی از حاکمیت طرفدارش بود، پشت سرش بود و کسی که در واقع او رو پیشنهاد کرد آقای هاشمی رفسنجانی بود. اینا مردم رو داشتند، پشتیبانی مردم رو داشتند، وضع مالی بسیار خوبی داشتند، ارتباطات جهانی رو داشتند، اروپا رو حامی خودشون داشتند و و. ولی الان مثلا آقا مشتبه که مردم رو که نداره، مخالفت مردم رو داره ولی موافقت اونها رو که نداره، موافقت جامعه جهانی رو هم که نداره، وضع مالی خوب هم که نداره، یعنی خزانه هم که خالیه. اینا به چه اتکایی واقعا در فکر برنامه‌ریزی برای آینده هستن؟ والا تا اونجا که من میبینم به اصطلاح سعی میکنم مایندست و ساختار فکری اینا رو آدم بخونه ببینه به چی فکر میکنن. به نظر من خود خامنه ای و پسرش تصورشون این است که با 17 تا دستگاه اطلاعاتی که درست کردن و این مثلا 500 هزار بسیجی که فکر میکنن دست کم سازماندهی کردن در کشور و چند ده هزار لباس شخصی و بساتی که درست که ارتش سایبری و غیره، فکر میکنن با سرکوب میتونن ادامه بدن. خیلی هم مفتخرن به این که سرکوبشون خیلی هم اسمارت و هوشیارانه است و به قول آقای خامنه یه روزگاری به آقای رفسنجانی گفته بود، ظاهرا رفسنجانی زبان ریاست جمهوری خاتم، گفته بود آخه این راهی که شما میری باید مردم رو سرکوب کنی، گفته بود ولی سرکوب جواب میده. تصورشون این است که با سرکوب مردم میتونن صدای مردم رو خفه کنن. خب به شرطی که به شرطی که حکومت خودش سرپا بشه. الان حکومت دچار ریزشه، وقتی حکومت ها ریزش میکنن سیستم نظامی میره کنار مردم میسته. دقیقا یعنی اینجا دیگه آقای میبودی هنر مخالفینه. ببینید الان مردم ما به هر حال نمیشه انکار کرد، الان یه دقیقه وقت داریم، یه دقیقه ببخشید، یک دقیقه. مردم ما الان خستن، گرسنن، ناامیدن و ترسیدن، چون حکومت های توتالیتر ترس در دل مردم ایجاد میکنن. این هنر مخالفینه که با سازماندهی مناسب، برنامه ریزی مناسب این ترس مردم رو زائل کنن، امید رو به مردم برگردوندن، تصویر روشنی از آینده خوب برای مملکت بتونن ارائه کنن و نشون بدن که میرسیم به این تصویر. به محض اینکه مردم امید و شجاعت و حرکت درشون باشه، آمار نشون میده تنها اگر 3% مردم، این مطالعه فریدم هاوسه، حرکت بکنن میتونن مردم، بقیه مردم حرکت بدن. تشکر میکنن و این بساط رو میشه جمعش کرد. تشکر میکنم آقای دکتر محسن سازگار، بسیار آموزنده تا گفتگوی دیگه. تشکر میکنم از سپهر قصدبی عزیز که برنامه رو هدایت کرد. ممنونم. ممنون از شما.